تعاریف های غیر از قسم 13 هم رو تعاریفی که بهش میگن تعاریف جنسی و نوعی یا جنسی و فصلی. تعاریف جنسی و نوعی گاهی هم بهش میگن جنسی و فصلی، هر دو تعریف هر دو به کار میره. گاهی میگن جنسی فصلی، گاهی میگن جنسی نوعی. تعاریف جنسی فصلی یک معنا در تلقی ارسطو داشت و ارسطوییان، توجه میکنی که اون معنا رو من اینجا نمیگم، بعدن میگم، ولی یک معنا بعدها پیدا کرد. معنای اول میدونی که این نوع تعریف رو اولین بار ارسطو بیان کرد، تعریف جنسی فصلی ابداع ارسطوئه. ابداع یعنی ابداع نامگذاری برای این نوع تعاریف، ابداع ارسطو. ارسطو بعد از اینکه این تعاریف رو اسمشو گذاشت تعاریف جنسی فصلی یا جنسی نوعی، بعد گفت کامل ترین نوع تعریفم همین تعاریف جنسی فصلی یا جنسی نوعیه. اما او یه تلقی داشت از این تعاریف جنسی فصلی یا به تعبیر جنسی نوعی که اون تلقی فقط تو ارسطوییان و نو ارسطوییان باقی مونده. دیگه بعدها بقیه فیلسوفان به نظرشون اومد اونی که ارسطو در نظرش هست تعریف نشدنیه. حتی ابن سینا، ابن سینا در اول رساله حدودش که به فارسی هم ترجمه شده، رساله تعریفات ترجمه شده، مرحوم دکتر محمد مهدی فولادلند به فارسی ترجمه کردن که یکی از مهمترین آثار ابن سینا هم هست، در اول همون کتاب، ببینید در همون صفحه اول دوم کتاب، ابن سینا میگه که تعریف خب ابن سینا بزرگترین مشایی فرهنگ ماست، این بزرگترین پیرو ارسطوئه، ولی میگه این تعاریف جنسی و فصلی، این تعاریف اونجور که ارسطو میخواد قابل انجام نیست. و بعد یه بحثی پیش میکشی که پس چرا تو این تعاریف رو به کار میبری؟ و خودتون میدونید که یه وارد بحثش نمیشم. میگه بله، ارسطو فصل حقیقی میخواست، بشر قدرت اجتناه فصول حقیقی رو نداره، انسان نمیتونه به کنه فصلهای حقیقی اشیا پی ببره. بنابراین تمام تعاریفی که من تو این کتاب میگم فصلهاش فصلهای حقیقی نیستن، فصلهای اشتقاقی هن. میگه من تمام این چیزی که تعریف، چون کتاب تعاریف ایشون تعاریف اشیاه، میگه تمام این تعاریف که من از اشیا میکنم، فصلهایی که تو این تعاریف به کار میبرم فصل‌های حقیقی نیست که ارسطو دلش می‌خواست، من فصل‌های اشتقاقی به کار می‌برم، چون به تعبیر او اجتناه فصل‌های حقیقی در توان ذهن بشر نیست، بشر نمی‌تونه به فصل حقیقی اشیا پی ببره. خب حالا من این نوع تعریف ارسطویی رو بعداً به نام یک اسم جدیدی عرض میکنم. حالا بیام تعریف جنسی فصلی یا جنسی نوعی رو با روایت های غیر ارسطوییش بگم که امروز خیلی خیلی متعارف. میگن آقا اگر شما یک چیز رو از تو خواستن تعریف کنند، یک سنخ بزرگتری بیابید که این موجودی که از شما خواستن تعریفش بکنی، این یک سنخ فرعی از اون سنخ بزرگتر باشه. توجه میکنیم؟ ببینید از من خواستن یه چیز رو تعریف کنم، با قوه تخیلتون بیاید یک سنخ بزرگ، تیپ سنخ که میگم در ترجمه تایپ انگلیسی میگم، تیپ فرانسه، شما بیاید یه سنخ بزرگتری بیابی که اینی که از شما خواستن تعریف کنن یکی از سنخهای فرعی اون سنخ بزرگتری. توجه میکنیم؟ اینو بیابی، بعد پیش خودتون بگید خب این سنخ فرعی که در دل اون سنخ بزرگتر قرار میگیره از بقیه چیزهایی که در اون سنخ بزرگتر قرار میگیره به چه واسطه جدا میشه؟ اونم مشخص بکنید. حالا سنخ از بزرگتر را منظم کنید به این چیزی که جدا میکنه این را از بقیه. مثال بزنم، شما از من میخواید که ساعت دیواری رو تعریف کنم. ساعت دیواری الان اونی که مطلوب شماست و از من خواسته اید تعریف ساعت دیواریه.
من اول میام یک سنخ بزرگتری پیدا میکنم که ساعت دیواری بشه یکی از سنخهای فرعی اون سنخ بزرگتر. خب معلومه حالا ساعت دیواری تو زبان فارسی خوب به ما میگه که اون سنخ دیگه چی باید باشه. اون سنخ دیگه چی باید باشه؟ ساعت. شو از من تعریف ساعت دیواری خواسته ای؟ من الان این ساعت دیواری رو میام زیر مجموعه یه سنخ بزرگتری میکنم تحت عنوان سنخ چی؟ سنخ ساعت. البته اگه تو همه زبان‌ها به این راحتی نیست، مثلا کلاک انگلیسی فوری سنخش پیدا نمیشه. حالا ما تو فارسی خدا بر تنبلا نو خورد میکنه، ما تو فارسی خب برمون خدا نو خورد کرده، فوری به ما میگن ساعت دیواری، اون سنخه رو تشخیص میدیم، میگیم خب ساعت دیواری سنخ فرعیه یک سنخ بزرگتریست به نام ساعت. خب حالا بعد میگم این ساعت دیواری با بقیه ساعت ها که ساعت دیواری نیستن ولی تو دایره ساعت قرار میگیرن از چی جدا میشه؟ اونو پیدا میکنم. بعد میام ساعت دیواری از من تعریف خواسته بودید، اون سنخ بزرگتر را منظم میکنم به چی؟ منظم میکنم به اون چیزی که این ساعت دیواری رو از بقیه چیزایی که ساعت هستن اما ساعت دیواری نیستند چیه؟ جدا میکنم. وقتی این بشه تعریف جنس و پس. حالا توضیح بدم. خب بعد شد که اول ساعت دیواری یه سنخ بزرگتر پیدا کنم، اون سنخ بزرگتر چیه؟ ساعت. ساعت رو چجور تعریف میکنم؟ میگم ساعت ابزاریست که برای اندازه‌گیری و سلش یا نشان دادن زمان به کار می رود. درسته؟ این میشه تعریف چی؟ ساعت. ساعت ابزاری است که برای اندازه‌گیری و سلش یا نشان دادن زمان به کار می رود. ایشو اون تیپ بزرگ. درسته؟ خب حالا ساعت دیواری رو که زیر مجموعه اون ساعته از بقیه ساعتها چی جدا میکنه؟ اونم میذارم بغل این. وقت میشه تعریف چی؟ تعریف ساعت دیواری. میگم ساعت دیواری ابزاری است که برای اندازه‌گیری و یا نشان دادن زمان در ساختمانها یا بر روی دیوارها به کار میره. این در ساختمان ها یا بر روی دیوار ها، این دیگه ساعت رو از ساعت جیبی جدا کرد و از ساعت مچی هم جدا کرد. تا اینجا روشنه؟ حالا اون سنخ بزرگتر را بهش میگن چی؟ جنس. سنخ بزرگتر رو بهش میگن جنس. الان تو این مثال ابزاری که برای اندازه گیری و یا نشان دادن زمان به کار میره میشه جنس. اینی که جداش میکرد از بقیه بهش میگن چی؟ فصل. فصل یعنی چه؟ یعنی جدا کردن. این جداش میکنه از بقیه. فصل ساعت دیواری چیه؟ در ساختمان ها یا بر روی دیوار. این فصلش. فصل ساعت جیبی چیه؟ که با لباس پوشیده می شود یا که در یکی از جیبهای لباس نهاده می شود. فصل ساعت مچی چیه؟ که بر روی مچ دست نصب می شود یا بر روی مچ دست عرض می کنم که به مچ دست متصل می شود. اون وقت اون تیپ بزرگتر، اون سنخ بزرگتر میشه چی؟ میشه جنس. این که جداش میکنه میشه فصل. خود ساعت دیواری میشه چی؟ میشه نوع. به خود ساعت دیواری میگیم نوع. از اینجا فهمیدیم که چیزی نوع نمیشه مگر اینکه بتونیم لااقل یک سنخ بزرگتر برای چیکار کنیم؟ تخیل کنیم. نوع بودن خاصیت خود اشیا نیست. ما باید یه چیزی بتونیم یک سنخ بزرگتر برای این چیز مورد نظر پیدا کنیم. وقتی تونستیم پیدا کنیم این چیز میشه نوع. و اون سنخ بزرگتری میشه چی؟ جنس. و اینی که این نوع رو از بقیه انواع زیر همون جنس جدا میکنه میشه فصل. خب اینجا پس تعریف جنسی فصلی
یا جنسی نوعی، یعنی تعریف یک شیء با مندرج کردن اون شیء در یک سنخ بزرگتر و آنگاه نشون دادن این که اون شیء را چه عاملی از بقیه اعضای اون سنخ بزرگتر جدا میکنه. این نوع تعریف جنسی و فصلی به این معنا امروز خیلی پرطرفداره، چون کلاسیفیکیشن خیلی مهمه امروز تو علم و با کلاسیفیکیشن به این میرسی. توجه میکنید؟ طبقه بندی و رده بندی دائما تعریف از این ندارم که یادتون میاد که خود ارسطو اولین بار کجا به این نوع تعریف پی برد؟ تو زیست شناسی، که نیاز به چی داره؟ به رده بندی داره. اول ارسطو گفت که به عنوان یک زیست شناس نیاز به این نوع تعریف رو پیدا کرد، چون اونجا ما باید رده بندی کنیم، بگیم جنس و نوع، و دیدید که رسته و رده و همینطور تو زیست شناسی میاد پایین میاد پایین، و بعد تعمیمش داد به همه حوزه های دیگر. خب این نوع تعریف بندی که گفتم، اینو خدمت رو عرض کنم که ما امروز خیلی داریم، برخلاف خود جنس و فصلی که خود او میخواست، که حالا عرض میکنم در یکی از انواع دیگری تعاریف که او خودش میخواست. خب اینم یک نوع تعریف. خب این تعریف جنس و فصلی، اگر در جایی دیدی تعریف های کلاسیفیکیتر یا کلاسیفیکیتوری گفته شد، یعنی همین تعاریف جنسی و فصلی، منتها با روایت کیش؟ غیر ارسطوییش، نه با روایت ارسطویی که خواهم گفت. خب این هم تعاریف قسم 13 هم بود اگر اشتباه نکنم. بله. و اما تعاریف قسم 14 هم تعاریفی هم که بهشون میگیم تعاریف تحلیلی، analytical definition، تعاریف تحلیلی. از همین مثال ساعت و ساعت دیواری الان استفاده کنم. ببینید، وقتی تعریف ساعت دیواری رو با توجه به ساعت و فصل ساعت دیواری از بقیه ساعت‌ها تعریف کردیم، وقت به این نتیجه می‌رسیم که هر ساعت دیواری ساعته، اما هر ساعتی ساعت دیواری نیست. در ضمن چیزی به شما عرض بکنم، به نظر شما زبان انگلیسی لغتی داره برای ساعت؟ نه ساعت دیواری ها، برای خود اون ساعت، اون ساعتی که اون بالاست. بله، برای ساعت دیواری کلاک داره، درسته. بله، برای ساعت جی بی هم داره، درسته. خب ما یک لغت تو زبان انگلیسی داریم و اون کرامتره، اما کرانومتر که یعنی زمان سنجی، اون با ساعتی که ما الان میگیم فوق اون ساعته، یعنی ساعت به معنای عام تازه زیر مجموعه چی قرار میگیره؟ کرونومتر قرار میگیره، اونی که زمان سنجه، یعنی کرونوس رو میسنجه. من تا اونجایی که دقت کردم در زبان انگلیسی ما برای ساعت نداریم، کرونومتر بالاتر از ساعته که یکی از انواعش میشه ساعت. ما در زبان فارسی یه ساعت داریم، وقتی که هی میگیم مچی و دیواری و فلان و بهمان، توجه میکنید؟ خب حالا ببینید، برسیم به اون ساعت دیواری. ببینید هر ساعت دیواری ساعته، اما هر ساعتی ساعت دیواری نیست، درسته؟ اینجا ما با عموم و خصوص سر و کار داریم. عام از ساعت نسبت به ساعت دیواری، وقت معنیش اینه که هر ساعت دیواری البته ساعته، ولی چون ساعت عامه، هر ساعتی ساعت دیواری نیست. حالا مفاهیمی هستن که نه، اگر هر اینی اینه، هر اینی هم اینه، برخلاف ساعت و ساعت دیواری که هر ساعت دیواری ساعته ولی هر ساعت ساعت دیواری نیست. مفاهیم ما داریم که هر اینیش اینه، هر اینیش هم اینه، مثل سه ضلعی و سه زاویه‌ای. هر سه ضلعی سه زاویه‌ای، هر سه زاویه‌ای هم سه ضلعیه، درسته؟ هر سه ضلعی سه زاویه‌ایه، هر سه زاویه‌ای هم سه ضلعیه. اینجوری نیست که بگیم هر سه ضلعی سه زاویه‌ایه ولی بعضی از سه زاویه‌ها سه ضلعی نیستن، یعنی عموم خصوصشون چی باشه؟ عموم خصوص مطلق باشه. نه، اینجا چی برقراره؟ تساوی برقراره. سه ضلعی اصلا مساوی است با سه زاویه‌ای. اینات می‌کنی؟
حالا اگر من تعریف یک شیء را کردم از راه این که مساوی اون رو نشون دادم، به این تعریف میگن چی؟ میگن تعریف تحلیلی. مثلا اگر به من گفتید که مثلث رو تعریف کن، فرض میکنی مثلثی که شما من میگی تعریف کن مرادتون سه ضلعیه و از من خواستید سه ضلعی رو تعریف کنم. حالا اگه گفتم سه ضلعی شکل مسطحی است دارای سه زاویه، اینجا تعریف تحلیلیه. توجه میکنید؟ شما از من تعریف سه ضلعی رو خواسته اید، ولی من یه چیزی که درست مساوی سه ضلعی بهتون تحویل دادم. اگه میگفتم که سه ضلعی شکل مسطحی است دارای سه ضلع، یا به تعبیر دقیق تر بگم شکل مسطحی است محصور به سه ضلع، اینجا اصلا تعریف چی بود؟ تعریف جنس و فصلی بود و از تعاریف توتولوژیک هم بود، همان گویانه بود. درسته همان گویانه است. اگه من بگم سه ضلعی سه ضلع دارد، همان گویی کردم. بگم سزاوی هر شیء سزاویه ای سزاویه دارد، همان گوییه. اما نه، اگه از من خواستی سزلی رو تعریف کنم و گفتم سزلی شکل مسطحی است که دارای سزاویه است، تعریفم درسته و بهش میگن تعریف تحلیلی، کاملا تعریف درست. شما میگید آخه سزلی میگفتیم. میگیم باشه، اگه چیزی سزلی باشه حتما چیه؟ سزاویه ایه. و چون اگه سزاویه ای هم باشه حتما سزلیه، پس تعریف عیبی نداره، تعریف عیبی نداره. به این تعاریف میگن تعاریف تحلیلی. تعاریف تحلیلی فقط تو ریاضیات و تو منطق مستعمله، در جاهای دیگه بسیار به ندرت میشه تعریف تحلیلی به دست بدیم. الان این مثالی که موفقه بخواد اینکه مثالیست در ریاضیات. اما در حالا فرض کنید که اگر کسی دایره رو تعریف کنه به شکلی که مساحتش حاصل ضرب شعاع در پیست، اونم همینجوره، اونم تعریف تحلیلی. یعنی شما اومده اید خاصیتی از دایره رو نقل کرده اید که نه فقط خاصیتی از دایره است، هر چیزی هم این خاصیت رو داشته باشه دایره است، بازم تعریفتون تعریف تحلیلیه. یعنی نگفته ای دایره شکل مسطحی است محصور به یک خط منحنی بسته. اگه اینو میگفتید توجه میکنید این همون چی بود؟ در واقع همون تحلیل جنس و فصلی بود که ایشون گفتن و در واقع توتولوژیک هم بود. اما اگر به جای اینکه بگید سطح مسطحی است محصور به یک خط منحنی بسته، یک خط منحنی بسته، یک خط منحنی بسته، وقت دایره است. اما اگه به اینجور گفتید دایره هر شکل مسطحی است که مساحت آن مجذور شعاع در پیست، یا محیط آن قطر در پیست، اینم تعریف تحلیلیه. چون نه فقط دایره اینجوریه، هرچی هم اینجوری باشه چی در واقع؟ دایره است. اینم تعریف های تحلیلیه که تو منطق و ریاضیات خیلی استعمال داره. تو زندگی عادی ما تقریبا تعریف تحلیل نمیشه کرد. میدونید چرا؟ چون تو زندگی عادی ما معمولا با اشیاء عینی خارجی سر و کار داریم و اشیاء عینی خارجی یه همچین دو سویگی ای بینشون وجود نداره که هر اینیشون این باشه و هر اینیشون هم این باشه. ما نداریم تو اشیاء عینی خارجی. این هم بهش میگیم تعریف تحلیلی. فیزیک نظری هم مثلا اگه بگیم انرژی حاصل ضرب مثلا ماده در مجذور نور است، سرعت نور است، باز این همین تحلیلی. خب مگر اینکه بله، اما بیشتر میگن این مثل اون تعریفی است که اون روز میگفتیم، که میگفتیم متر یک چهل میلیونیوم قطر کره زمینه. معمولا این نوع تعاریف که شما گفتیم برن زیر مجموعه اون، ولی به نظر دقی این که شما میگید به نظر من میاد درسته، ولی معمولا برن زیر اونی که یا تو میاد گفتم مفاهیم نظری رو تعریف غیر نظری ازش بکنیم که در جلسه قبل گفتم. اینم قسم چهاردهم. و اما قسم پونزدهم تعاریفی هست که بهشون میگیم تعاریف تعیینی، stipulative. تعاریف درست میگم چهاردهم؟
نه تعریف 15 هم ببخشید، نه تعریف 15 هم بله. یکم وسط جا انداخت چی بود اون که جا انداخته؟ بین 9 و 11 همون تعریف نشانهی رو نه و دهم گفتیم امروز، تعریف اشاری رو دهم گفتم بله. ظاهرا نهم میشه بله. احتمالا جلسه پیش من رو یاد داشت، جلسه پیش یاد عجب. حالا بعد دیگه باید عددش رو چی بکنی؟ تعریف اشاره 8 بوده. تعریف اشاری؟ بله. نه خانم، تعریف اشاری که الان دهه دهمی تعریف اینجا نوشته من تو یاد داشت شما هشتم چیه؟ تو هشتم تعریف عرض کنم که کوردینیتیوه، همین تعریف که الان میگفتم که متر مساویست با 1/40000 عرض کنم که همپای ساز اینو گفته بودم، تعریف هشتمه همپای ساز بهش میگفتی. حالا به هر حال خدا کنه که جد انداخته باشم، چون به خیال خودم خیلی مثلا با دقت ردیف کردم اینا رو. اگه جا افتاده باشه فقط این نیست که یکیش کم شده، اصلا از جاش بیرون اومده، میدونید طبقی جایابی این کار کردم. حالا به هر حال باید اصلاحش کرد. اگه حالا به هر حال تعاریف قسم، حالا به نظر من تعریف تعیینی یا stipulative نمیدونم، حالا به هر حال تعاریف استیپولیتیو تعاریف تعیینی هست. در این تعاریف تعیینی خود شخص تعریف کننده وضع رو روشن میکنه، نت میکنی؟ خود شخصی که تعریف رو انجام میده وضع رو روشن میکنه. حالا میگم یعنی چه وضع رو روشن میکنه. ببینید در همه تعاریف دیگری که گفتیم و انواع دیگری که خواهیم گفت، یه چیزهایی رو شخص تعریف کننده باید رعایت کنه. چرا باید رعایت کنه؟ به دلیل که یه چیزهایی قبل از این شخص تعریف کننده هم یه چیزهایی استقرار پیدا کرده بوده، نمیتونه اون رو زیر پا بگذاره. اما در این تعریف گویی هیچ چیزی از پیش استقرار پیدا کرده نیست. ریش و قیچی دست کیه در واقع؟ تعریف کننده است. حالا انواع سگانه شو که گفتم دوستان میبینم، حالا انواع سگانه شو بگم وقت بعد این نکته که میگم بر دوستان تعریف. ببینید یک نوع تعریف ما داریم که در اون تعریف شخص تعریف کننده واژه‌ای رو که در زبان معانی یا معنای استقرار داشته داره، از اون معنا یا معانی استقرار یافتهش چیکار میکنه؟ جداش میکنه، میگه من از این به بعد این لغت رو به این معنا به کار میبرم. توجه میکنید؟ من از این به بعد این لغت رو به این معنا به کار میبرم. هیچ اشکالی هم نداره. از قدیم میگفتن لا مشاهده فی الاصطلاح، شهی و مضایقه ای نیست. من یه لغتی در زبان به کار میرفته یا معنایی داشته یا معانی داشته که همه اینا استقرار یافته بوده، تثبیت شده بوده تو زبان، اهل اون زبان هم به اون معنا یا معانی به کار می‌بردن. من میگم که من از امروز این لغت رو میخوام به این معنای جدید به کار ببرم. اون معانی دیگه‌ش داره ها، اونا که تو زبان استقرار یافتن، تثبیت شدن داشته باشن. من میخوام از این به بعد القاء یک معنای جدید به این بکنم و تو نوشته‌ها و گفته‌های من از این به بعد هر وقت این لغت رو به کار بردم، که حالا اینو باید توضیح بعد بدم، به این معنا به کار می‌برم. راجو می‌کنید؟ به این معنا، به این میگن چی؟ به این میگن مثال بزنم. ارزش در زبان فارسی تا تقریبا 100 سال پیش به چه معنا به کار می بود؟ به معنای اقتصادی به کار می رفت.
گفتیم ارزش این خانه چند است. نگاه می‌کنید ارزش، فرض کنید که این کار چند است، یعنی چقدر می‌گیری تا انجام بدی، مفهوم اقتصادی داشت. اما بعد از اینکه ما با فرهنگ فلسفی غرب آشنا شدیم از راه ترجمه‌ها، احتیاج داشتیم به یک لغتی که یه معنایی رو برسونه که الان بهش میگیم چی؟ تو فلسفه بهش میگیم ارزش شناسی، اکسیولوژی، ارزش های اخلاقی، ارزش های حقوقی، ارزش های مناسک شاعری، ارزش های آداب و رسومی، عرف و عادتی، ارزش های زیبایی شناختی، ارزش های مصلحت اندیشانه. اونو ما قبلا تو فرهنگ موجود نداشت. قبلا تو فرهنگ ما، قبل از آشنایی با غرب، این ارزش به معنی اکسیولوژی که موضوع علم اکسیولوژی امروز وجود نداشت. خب حالا اولین بار، من نمیدونم کدوم مترجم این کاری کرده، اولین بار وقتی دیده ولیو رو در اینجا، گفتی در مقابلش میذاریم چی؟ ارزش. اما دیگه از این به بعد ارزش اون معنی اقتصادی رو نداره ها. اون معنی اقتصادیش که سر جای خودشه، تو زبان هم وجودشه. از این به بعد اون معنای اقتصادی معادل انگلیسیش ورثه. ورث. گاهی هم حتی معادل انگلیسیش پرایسه. اما این نه در مقابل ورث به کار برده، نه در مقابل پرایس، در مقابل ولیو به کار برده. این الان اومده گفته من این ارزش رو از این به بعد دارم به این معنا به کار میبرم. هیچ اشکال هم نداره. یعنی در واقع به جای اینکه بیاد یه لفظ جدیدی بتراشه، اومده برای لفظ وجود داشته معنای جدید تراشیده. میدونی چی میگم؟ میتونست از یه لغتی درست کنه، اما به هر جهتی معنای لغتی درست نکرده. همون لغت درست شده تو فارسی به کار رفته را، منتها اومده یه معنای جدید، یعنی به تعبیر دیگری می عرض کنم که برعکس این که میگن می کهن رو در جام نو بریزیم، این اومده می نو رو در جام چی ریخته؟ در جام کهن ریخته. هیچ آدم باید می کهن رو در جام نو بریزه، می 50 سال پیش درست شده رو بریزی در یه جام نو. این عکس کرده در واقع، این می نو رو در جام کهن ریخته. یه لغت ارزشی وجود داشت، یکی دو تا سه تا معنا هم تو زبان فارسی داشت، اما یعنی احتیاج پیدا کرد به یک مفهوم جدید. وقت میاد چیکار میکنه؟ میاد این کار رو انجام میده، میگه از این به بعد ارزش وقتی من میگم یعنی اهمیت، ولیو این اهمیت دیگه. ارزش این از این بیشتره، یعنی از نظر من اهمیت این از این بیشتره. هیچ وقت ارزش تو زبان فارسی من اهمیت نبود، تاجه میکنی به معنای سمن بود، به معنای ما به ازای یک جنس و کالا بود. اما حال ارزش معنی چی شد؟ اهمیت. حالا از این به بعد، خب این اشکال نداره، این کار رو کردن اشکال نداره، اما به شرط چی؟ به دو تا شرط. یکی به شرط این که اولین بار کسی که این کار رو میکنه، یعنی شخص تعریف کننده، اولین بار به صراحت بگه که من از این به بعد این لفظ رو چیکار میکنم؟ به این معنای جدید تو نوشته ها و گفته هم به کار میبرم، و نه به اون معانی دیگه که داشته. با یه مفهوم جدید سر و کار پیدا کردم، حالا برای اون چیکار میکنم؟ میام از این لفظ استفاده میکنم. چون نتونستم لفظ جدیدی بتراشم، اومدم برای همون لفظ وجود داشته یه معنای جدیدی تراشیدم. یعنی گویا مثل یه تخم مرغ که شما با یه آمپولی محتواشو بکشید بیرون، بعد یه محتوای دیگه تو آمپول. تخم مرغ همون ظاهرش هم تخم مرغ، ولی یه چیز دیگه تو باطنش وجود داره. الان لغت ارزش هم ظاهرش الف و ر و ز و شینه، همونه، اما قبلا معنیش ثمن میداد، قیمت، بهایی که بابت یه جنس میپردازم، حالا من اهمیت میده. توجه میکنید این شرط اوله. شرط اول پس اینه که طرف دقیقا روشن کنه که من در گفته ها و نوشته هام از این به بعد ارزش رو به این معنا به کار میبرم. یکی شرط دوم هم داره، و اون که به این چیزی که میگه تا آخر ملتزم بمونه. یه بار وسط های بحث ارزش معنی قیمت به کار نبره، به معنی سمن به کار نبره، چون وقت حالا خواننده نمیفهمه که این ارزش به کدوم معنیشه، به اون معنای جا افتادی قبلیشه یا به این معنای از نوع ابداع شده و جدیدن اختراع شده شه. اگه این دو تا شرط وجود داشته باشه، هیچ وقت اشکال نداره، هیچ وقت اشکال نداره. حالا البته بعضی، حالا عرض میکنم،
که بعضی یک اشکال به یک جای کردن. خب حالا ببینید این یک نوعه. پس یک نوع از تعریف های استیپولیتیو اینه که شخص تعریفگر بیاد برای یک لفظی که دارای معنا یا معانی تثبیت شده جا افتاده بوده یه معنای جدیدی وضع بکنه و بگه من این لفظ رو به این معنای جدید استعمال میکنم در گفته هام و نوشته هام، به شرط اینکه همیشه به همین معنای جدید استعمال بکنه، وگرنه چی پیش میاد؟ در واقع اون چیز پیش میاد که بهش میگیم ایهام و معلوم نیست حالا لفظ این معنا رو داره که تو الان بهش داده ای یا اون معانی که قبلا داشتی. و خب سخن مهم در واقع سخنی است که عیب داره، یکی از عیوب سخن ایهام سخن. این یک نوع، اینو شکل تعریف استیپولیتی. یه نوع دوم هم هست تعریف استیپولیتی بهش میگن. نهت میکنید؟ اگه دقت بکنید تو این تعریف استیپولیتی که من میگفتم ما میبادیم چیکار میکردیم؟ میگنیم یه لفظی رو که وجود داشت در زبان این ازش استفاده میکرد. حالا تعریف استیپولیتی به دوم داریم و اون که اصلا یه لفظ نو اختراع میکنم و معنا بهش القا میکنم، از لفظ جا افتاده قبلی استفاده نمیکنم، یه لفظ نو اختراع میکنم. مثلا من که رادیو رو اولین بار ابداع کرده ام میام میگم از این به بعد لفظ رادیو در زبان انگلیسی وجود نداشته، اما من میام میگم به اینی که من اختراع کردم میگم چی؟ میگم رادیو. رادیو وجود نداشته، نه اینکه وجود داشته معنی دیگه ای میداده، نه اومدم یه لفظی وضع کردم به نام رادیو و میگم به این ما میگیم رادیو. اینم باز تعریف چیه؟ در واقع تعریف استیپولیتیوه. خب حالا نه فقط کالاهای مادی ابداع میکنیم، گاهی وقتا هم چیکار میکنیم؟ کالاهای ذهنی و غیر مادی ابداع میکنیم و اونم چیکار میکنیم؟ اونم اولین بار کسی که اندیشه دموکراسی به ذهنش اومد، اومد گفت حالا من به این نوع حکومتی که تو ذهنم تصویر کردم اسم چی میذارم؟ دموکراسی. دموکراسی تا اون وقت وجود نداشته. تا اون وقت وجود نداشته. کما اینکه شاید مثلا نمیدونم، شاید تا 50 سال پیش لغت مردم سالاری در زبان فارسی وجود نداشته، اما یک کسی اومده لغت مردم سالاری رو برای همون اندیشه حکومت دموکراتیک وضع کرده. این لغت قبلا وجود نداشته. همین لغت بسیج، بسیج شما دقت بکنید، در بسیج یعنی آمادگی، درست. اما از بعد از وقوع این انقلاب در ایران بسیج دیگه معنی آمادگی نمیده ها. لغت بسیج معنی آمادگیشو داره ها. شما وقتی شعر شاهنامه رو میخونید بسیج معنی آمادگی باید بگیرید، اما دیگه تو نوشته ها و مکتوبات بعد دیگه بسیج خیلی وقتا معنای جدیدی رو داره که توجه میکنید. سپاه در زبان فارسی معنی خاصی داشت، اما وقتی میگیم سپاه دیگه اون معنا رو نداره ها. توجه میکنید؟ اومدن یه معنی منطقه. این سپاه و این بسیج از اون نوع اول استیپولیشن بود که لغتی قبلا وجود داشته و معنی جدیدی بهش تزریق شده. ولی گاهی وقتا هم هست نه، ما یه کلمه جدید درست میکنیم، مثل گفتم مثل مردم سالاری که درست میکنیم، مثل فرض کنید که در همین زبان خودمون مثل تعبیر رواداری. رواداری به معنای تولریشن یا تولرانس این لغت خیلی جدیده. وقتی این مفهوم وارده، شما اگه نام شما این فرق خونده نه، روزنامه های عصر چیز رو بخونید، عصر مشروطه را، میگن آقا ما باید یکی از سرلوحه های ملت ما بروقره باشد، ما باید در فکر بروقره باشیم، چون پیشرفت تا اون وقت مفهومش پیشرفت فقط معنی حرکت بود که از اینجا من پیش رفتم به طرف دیوار روبرو، اما پروگرس به معنی پیشرفت تو شاکله ذهن بشر ایرانی وجود نداشت. از وقتی مفهوم پیشرفت در قرن 18 هم وارد ذهن بشر شد، اون وقت وقتی وارد زبان فارسی شد تا مدت ها چون لغت نداشتن براش میگفتن بروقره. شما تو نوشته های طالبوف، تو نوشته های میرزا فتحعلی های آخونزاده ببینید که میگن ما باید به فکر بروقره باشیم، همچنان که غربیان در فکر بروقره بودن و کشورشون به اینجا رسید. بعد کم کم کسی اومد آقا ببین پیشرفت، چون پرو یعنی پیشرفته، یعنی پیشه و گرس هم به معنی چیه؟ رفتنه.
وقت میگیم چی؟ میگیم پروگرس، خب پیشرفت درست کرد. اینه دیگه در واقع. اینم یه نوع تعریف تصریحی قسم دومه که مفهوم جدیده، لفظم جدیده. یک نوع تعریف تصریحی قسم سوم هم داریم و اون علائم اختصاری هم. علائم اختصاری هم تعریف چی دارن؟ تصریحی دارن. یعنی وقتی میگید NATO ناتو میگید، ناتو رو اون کسی که اولی بار NATO به کار برد گفت من ناتو رو برای چی به کار برد؟ من برای اشاره به این میگم. CIA رو ما الان به کار میبریم که ما معاملات فارسی هم تلفظ برخلاف بقیه موارد که همون حروف رو تلفظ میکنیم، ولی در مورد CIA معمولا میگیم سیا، مثلا تلفظش میکنیم، با اینکه خب باید میگفتیم CIA. اما CIA یه علامت اختصاری تعریف میکنن که آقا این علامت اختصاری برای این به کار بردیم، برای این هم سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی و امنیتی مثلا آمریکا به کار میبریم. این پنتاگون هم همینجوره. پنتاگون خودش به معنای چیه؟ به معنای پنج ضلعیه. اما الان میگیم پنتاگون یعنی وزارت دفاع. این یه علامت اختصاری کردیم برای وزارت نمیدونم جنگ یا دفاع، نمیدونم اون دو تا وزارت دارن یا نه، به هر حال برای ظاهرا وزارت جنگ آمریکا میگیم پنتاگون، با اینکه پنتاگون یعنی پنج ضلعی. انات میکنید؟ ولی در عین حال پنتاگون رو علامت اختصاری کردن برای وزارت جنگ یا وزارت دفاع آمریکا. علائم اختصاری هم وقتی میگن این علامت اختصاری اینه، دارن از این، وقتی میگن آی ای علامت اختصاری این است که مرادم این است که، وقت میشه آی ای میشه علامت اختصاری، ولی تعریف چی ازش کردن؟ تعریف تصریحی. یعنی مرادم این است که، توجه میکنی؟ ای جی، ای جی در زبان انگلیسی علامت اختصاری برای مثاله، فور اگزامپل. اگه گفتن ای جی رو بعد از این برای فور اگزامپل به کار میبریم، یعنی چی؟ یعنی علامت اختصاری. همه علائم اختصاری اینجوره. خب تا اینجا عرض کردم. اول تعریف تعریف عرض کنم که تعیینی، اینو عرض میکردم خدمتی، میگفتم هیچ قاعده و ضابطی از پیش جا افتاده ای رو نباید رعایت کنه. شما برف را، برف فارسی رو اگه بخواید به همون معنا تو فرهنگ لغتتون معنا کنید، خیلی سر باید رعایت کنید. باید جامعه افراد باشه، مانع ابیار جامعه افراد باشه، مانع اغیار باشه. اگه اینجور نباشه که وقتی جامعه اغیار بشه یا مانع افراد بشه، درسته همونه که میگفتیم. چرا؟ چون دارید یه چیزی را که تو زبان جا افتاده رو میخواید به بیان در بیارید، باید اون قواعد رعایت کنید. یه وقت برف رو یه جوری تعریف نکنید که شامل یخ هم بشه، چون ما تو فارسی به یخ نمیگیم برف. از اون طرف هم برف رو یه جوری تعریف نکنید که بعضی از برف‌ها رو شامل نشه، چون چیزای استقرار یافته تو زبان وجود داره. اما تو تعریف استیپولیتیو چیز جا افتاده‌ای وجود نداره. شما خود تو اولین بار توی شخص تعریفگر گفتید آقا میخوام این لغت را به این معنا به کار ببرم. حالا یا این لغت قبلا وجود داشته ولی به معانی دیگه‌ای، من میخوام معنی جدید بهش بدم، پس در قید و بند معانی قبلی نیستم. یا اصلا لغت رو خود لغتش هم الان وضع کردم، پس در قید و بند نیستم. علامت اختصاری به کار بردم، در قید و بند نیستم دیگه. اینه که در تعریف‌های استیپولیتیو یه رهایی شخص تعریفگر داره، یه آزادی داره، بی قید و بندی داره که در تعاریف دیگه وجود نداره. یک نکته. اما یک چیز در تعاریف وجود داره، در تعاریف استیپولیتیو، که اینو شما روش فکر بکنید ببین نظرتون چیه. اگر یک کسی اومد گفت که من از این به بعد میخوام تعیین لغت بکنم، آقا تعیین لغت که لا مشاهده فی الاصطلاح، به شرط اینکه تصریح بکنم و به شرط اینکه رعایت بکنم، من از این به بعد به این کشوری که شما تا الان میگفتید افغانستان، توجه میکنید، به این کشور میخوام بگم ترکستان. این میشه پذیرفت یا نه؟ از یه لحاظ خب باله، خب تعریف میکنه، میگه آقا ترکستان کشوری است که در ضلع غربیش به ایران، در ضلع شمالیش به روسیه، توجه میکنید، در ضلع جنوبیش به پاکستان و در ضلع شرقیش هم به چین وصل. ما بگیم ترکستان. مگه افغانستانی که الان وجود داره اینجوری نیست؟
افغانستان اینه دیگه، کشوری است که در شمالش پاکستان روسیه است، در جنوبش پاکستانه، در غربش ایرانه، در شرقش هم چینه، بهش میگیم افغانستان. حالا من همین کشور رو از این به بعد میخوام وضع لغت کنم، بهش بگم ترکستان یا بگم مغولستان، به نظر شما نمیشه پذیرفت یا نه؟ شما ممکنه به نظرتون بیاد که نمیشه پذیرفت، چون الان دیگه چند تا ترکستان پیدا میکنی؟ دوتا، یکی افغانستانی که از این به بعد بهش میگیم ترکستان، یکم یه ترکستان آخه داریم، یه تاجیکستانی هم آخه داریم. حالا اگه به افغانستان بگیم تاجیکستان، لغت دوتا لغت معنا پیدا میکنه. ممکنه از این لحاظ ایراد بکنید و اون که بگید که الان یه لغت دو تا معنا پیدا کرد، به افغانستان میگیم تاجیکستان، به تاجیکستان هم که میگیم تاجیکستان، مشکل چی پیدا میشه؟ ایهام پیدا میشه. حالا این از صرف نظر کن، این از صرف نظر کن، بیاید اصلا یه لغتی وضع بکنه برای افغانستان که دیگه نمونه هم نداره. دارجم کنید مثلا فرض کنید که به افغانستان به جای اینکه بگه حالا تاجیکستان و اینا که نمونه داره، به افغانستان بگه عرض کنم که فرانسستان، بگه فرانسستان که نمونه نداره. آیا میشه گفت یا نمیشه گفت؟ اگر جواب این سوال اینه که آیا ما تو فارسی افغانستان رو جای افغانها میفهمیم یا اسم کشور میفهمیم؟ اگه جای افغانها بفهمیم دیگه نمیشه بهش گفت فرانسستان، چون جای فرانک ها نیست، جای فرانسویان نیست. نجوم کنید اگه کسی به افغانستان بگه فرانسستان، و اگه ما از افغانستان این بفهمیم جایی که افغان‌ها زندگی میکنن، وقت نمیشه بشه گفت فرانسستان، چون جایی نیست که فرانسویان تو زندگی میکنن. اما ما اگر افغانستان رو به معنی جای افغان‌ها نفهمیم، یه لغت یک بسیطش بدونیم، وقت بله این لغت بسیط رو میشه برداشت، به جاش یه لغت چی گذاشت؟ یه لغت دیگه گذاشت، اشکال نداره. جان هاسپرز در اون کتاب مقدماتی خیلی معروفش که خیلی سالها رو یادم نیست، سالها در آمریکا کتاب مقدماتی آموزش فلسفه بود، در اونجا این مسئله رو مطرح میکنه که من در تعریف تصریحی، تعریف تعیینی که الان میگفتم، اینجا یه مقدار برام ابهام داره که آیا میشود مثلا به افغانستان گفت فرانسستان یا نه. و خودش به جواب واضحی نمیرسه. من خودم به نظرم میاد، حالا دوستان بازم فکر بکنم، من خودم به نظرم میاد که اگر ما ایرانیان از افغانستان محل سکنای افغانها رو میفهمیم، مسلمه دیگه به افغانستان نمیشه گفت فرانسستان، چون افغانستان محل سکنای فرانسویان نیست. اما اگه ما از لغت افغانستان محل سکنای افغانها رو نمیفهمیم، یه قوم به نام افغان که در اونجا زندگی میکنه، نمیفهمیم، میگیم افغانستان انگار مرکب از افغان و استان، نمیفهمیم اسم، انگار اسم بسیط تلقیش میکنیم، میگه واقعا این کشورش میگن افغانستان، نه اینکه افغان به علاوه استانه. واقعا اگه به اونجور باشه چرا، چه اشکال داره به آدم به افغانستان هم بگه عرض کنم که فرانسستان و معناش این باشه. به هر حال میخوام بگم در این نکته که انگار استیپولیشن و تعریف های استیپولیتیو انگار یه جایی یه کمی شم زبانی ما رو خراش میدن، میآزارن شم زبانی ما رو. و در اینجا شاید کسی بتونه بگه که نه، تو آزادی داری تعریف استیپولیتیو بکنی، ولی نه آزادی بی حد و هست اونجور که حتی بتونی به افغانستان هم بگی فرانسستان یا بگی جرمنستان مثلا، یعنی که نژاد جرمن توی زندگی میکنن، نه تو افغانستان نژاد جرمن زندگی نمیکنه. خب اینم خدمتتون عرض کنم که تعریف قسمه تفاوتش مثلا همون کسی که میگه من به
به این عبارت میگم دموکراسی، بعد بهش میگم خب دموکراسی رو بگو یعنی چی، همون عبارت رو میگه. این تعریفش تفاوتش با تعیین مراد چیه؟ این تعریف استیپولیتیو، خب این فرق بیاد دموکراسی رو همون عبارت رو گفته، من به این عبارت میگم دموکراسی، بیاد تکرار. خب این میشه تعریف استیپولیتیو، تعریف کرده یا تعیین مراد کرده؟ نه 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 نه، تعیین مراد نکرده. نه، تعیین مراد به خاطر چیزیه که در درون باشه که نتونیم بیرون نشونش بدیم. توجه می‌کنید؟ خب اینم قسم در واقع 15ام بود. و اما قسم 16ام، حالا اگر عددا رو درست گفته باشم، ساعت چنده؟ 10:06. یعنی دیگه چقدر شده؟ تقریبا 40 دقیقه است. یک ساعت و 40 دقیقه. بله. خب حالا من